أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفة تجلب نصرا. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. دوستان و سروران گرامی، به سلسله درس های حقوق بین الملل اسلامی خوش آمدید. دوستان ارجمند، خدمت شما عرض شود که در دنیای معاصر یک مجموعه از قواعد و مقرراتی وجود دارد که این دنیا را رهنمایی و رهبری می کند. بر اساس آنچه در حال حاضر وجود دارد و این مجموعه از قواعد و مقررات را حقوق بین الملل می خوانند. تردیدی در این نیست که این حقوق بین الملل در حال حاضر ساخته و پرداخته جهان متمدن و یا توسعه یافته و پیشرفته است. و این مجموعه قواعد و مقررات نه تنها این که در دنیای پیشرفته قابلیت تطبیق را دارد، بلکه سایر جوامع انسانی نیز بنابر تعاملاتی که با دنیای دیگر دارند مجبور به پذیرش و اجرای این مجموعه قواعد و مقررات هستند. و بدون تردید این قواعد و مقررات به اصطلاح امروزی حقوق بین الملل وضعی خوانده می شود. اما بحث اینجاست که این حقوق بین المللی که امروز وجود دارد آیا مبنای ادیانی یا آسمانی هم دارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر میشه آیا میشه گفت که حقوق در اسلام هم یک مجموعه از حقوق یا مجموعه قواعد و مقرراتی وجود دارد که بتواند دنیا را کنترل کند و رانما و رهبریت جهان را در دست خود بگیرد یا خیر؟ آنچه مسلم هست و آنچه واضح و روشن هست اینه که اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی و دینی مورد قبول خداوند، دینی جهان شمول است. و تردیدی در این نیست که اسلام هیچ عرصه‌ای را نگذاشته است که در او عرصه یک مجموعه از قواعد و مقررات وجود نداشته باشد. بنابراین روی همین ملحوظ میتوان بر یک فرض کلی گفت که اسلام نیز یک مجموعه از قواعد و مقررات را دارد که این مجموعه قواعد و مقررات میتواند دنیا را رهبری کند یا راهنمایی باشد برای اصلاح جامعه بشری. ما در ادامه درس ها و در ادامه سلسله درس هایی که پیرامون حقوق بین الملل اسلامی مطرح می کنیم به یک از موضوعاتی که پیرامون حقوق بین الملل مطرح است و این موضوعات را از نگاه اسلام یا از بینش اسلامی مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در جلسات اول نیاز به این هست که تبیین و توضیح بیشتری داده شود تا اینکه موضوع کاملا واضح شود که ما پیرامون بحث‌های حقوقی کار می‌کنیم و بحث‌های حقوقی را مطرح می‌کنیم و این بحث‌ها از بُعد اسلامی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. حضار گرامی، همونطوری که قبلا گفتم، ما یک مجموعه از قواعد و مقرراتی را که در اسلام از آنها به عنوان حقوق بین الملل اسلامی این روزا یاد می‌کنیم در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است که این تحولات و آنچه که سبب می شده تحولات به میان بیاید سبب شده حقوق بین الملل اسلامی پربارتر و مقدمتر از تمام گروه ها، اندیشه ها و ادیان دیگر قرار بگیرد. روی همین ملحوظ است که امروزه در جهان اسلام یک مجموعه بسیار پرباری از قواعد و مقررات وجود دارد که این قواعد و مقررات یک جمع کلی را تحت عنوان حقوق بین الملل اسلامی شکل می دهد. در جلساتی که در آینده مطرح می کنیم انشاءالله که
موضوع را به صورت تخصصی تر وارد خواهیم شد و موضوعات را یک به یک ارائه می داریم. امت الاسلام بشرا اننا نلمع فجرا فی شباب قد اشاد صحوة للدین کبرا. بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبت تجلب نصرا.